همیشه میدنیه، یه حسایی داریم رفتنیه، دنیای ما مثل هنده بونده است، یه تیکه ایش کجا سوخنده بونده است، همه ی آدم ها هم دونه باشن، میتونم با یه بشکم از جا باشن. یا بدا ای نقی ترسیدم. سلام چرا برگشتی؟ هیچی، من یه چیزی جا گذاشتم، گفتم بیام وردارم ببرم. اینا ویلچر رو پس آوردن ها؟ آره چیزه، انگار باباشون نتونسته باش کار کنه اونا. یعنی اینا چاق و لاغر، چهار نفر آدم دوبار رفتن اومدن، نمیدونستن که باباشون چه امکاناتی داره، چه تواناییی داره، میتونه با این ویلچر کار کنه یا نمیتونه. خب لابد فکر کردن که مثلا امتحانش که ضرر نداره، که یه بار بردن. بله خب حقم دارم، پدری که تو کماست، پدری که مشکل داره، به زور دستگاه زنده است، آخه چجوری با ویلچر کار کنه؟ تو کماست؟ بله. تو از کجا میدونی؟ همو جان 15 سال ما داریم با هم زندگی میکنیم، درسته؟ من همیشه با شما اینجوری بودم، غیر اینه؟ شده اینجوری باشم؟ خب منم با شما همیشه اینجوری بودم، که اینطوری بودم. بله الان چی داری میگی؟ واسه چی اومدی؟ بابا کجاست؟ قضیه بیاتی چیه؟ آها قضیه بیاتی. اینا به چه حقی پا گذاشتن تو منزل مسکونی من؟ نخی جان ما که نمیتونیم در خونه رو برو مردم ببندیم، میتونی؟ نه ما نمیتونیم یه همچی کاری کنیم، ولی این وسط یکی تو این منزل به اینا چراغ سبز نشون داده، اینا سر خاطر کش کردن اومدن این وری. خاندوانه تمام شد. الان بحث ما جدیه. الان منظورت منه؟ خدا شاهده من تا امروز هیچی نمیدونستم. چرا امروز که فهمیدی اینا یه همچی قصشون میدارن چیزی نگفتی؟ قصشون چیه؟ چی شده؟ هیچی نشده. اون وقت میگیم دخترهای ما کی تقلب کردن، اینه یاد میگیرن، بالاخره یکی یاد اینا داده دیگه. چرا الان که پرسیدم باز دروغ گفتی، چیزی نگفتی؟ سرانکه ما هم تو اتاقتون بگو چی شده. چیزی نشده عزیزت، برو بودو برو، دارم بهت میگم، دارم پشت سرت ببن. دروغ نگفتم. من فقط فکر کردم الان به مصلحت نیست که بسات بگم قضیه. مصلحت نیست؟ من تا حالا فکر میکردم شما فقط تو شورای شهر بودی، نمیدونستم تشخیص مصلحتی شما یعنی چی؟ دیگه کی میخواستی به من بگی؟ وقتی کارت عروسی نوشتن؟ دقیقا همین اخلاقت، آدم نمیتونه چهار کلمه با حرف بزنه ها، فوری رگ غیرتت باد میکنه، شلوغ بلوغ میکنی. اوما جان یه جوری صحبت میکنی انگار همسایه اومده از ما نخل لوبیا قرض بگیره، اومده خواستگاری، متوجه هستی؟ خب اومدن خواستگاری دیگه، قتل که نکردن، اومدن خواستگاری. خواستگاری همینه. بله بله نه نه تمام. بله بله نه نه، منم این وسط شلغم هستم. نه نه شلغم هستم. شلغم نیستی نقی، فل کن تو رو خدا این عداعت فرا رو. آخه این اخلاق نیست تو داری که، تو حرف خواستگاری و عروسی میشه میخوای یقه پاره کنی، نمیدونم دهن تو جر بدی، استخون بشکونی. این مربوط به من و تو نیست، مربوط به همه است. خونه که دختر جوان داره، زن جوان داره، آدمو میان میرن، کارش هم نمیشه کرد. اگه همه مثل تو فکر کنن که هیچ کی نمیتونه باش که ازدواج کنه، که خوبه مثلا بابای منم همین کارو میکنه وقتی تو اومدی خواستگاری من، تازه با اون شرایطی که تو داشتی. شرایط من چش بود؟ چش نه چش بود شرایط چش نه. شما داری میگی نه، به من بگو من بدونم. شما بنزت انگار پنچر بود، خونتون هم این شوفاژاش هواگیری نشده بود. اون زمان فرق چی نداشتی؟ نه اون زمان فرق میکنه، شما اینه رو قبول کن، من همه چی داشتم. اصل اون زمان بر ایمان بود که ایمان من تکمیل بود. بله فول فول بود. ایمانت فول بود. بله اصلا من کاری به داشتن نداشتن ندارم. من اینا رو گفتم که یادت بیاد با چه سختی ازدواج کردیم. تازه اینا شرایطشون از ما خیلی بهتره. داماد همه چی داره، خدا رو شکر بعدش خوبه، کار داره، خونه داره، زمین شالی داره، ماشین داره، موتور داره. من نمیدونم خیلی چیزا داره. شما تحقیقاتت کامل ها؟ تاریخ عقد کیه؟ من دعوت هستم یا نه؟ نه من میخوام بدونم، وقتم تنظیم کنم دقیق به موقع برسم، جا نمونم از مراسم. بس کن این مسخره بازی رو بذار کنار. اینا اول باید بشینن با هم دیگه حرف بزنن، به نتیجه اگه رسیدن میان با تو هم مشورت میکنن. کی بشینه صحبت کنه؟ چه چرت و پرت داری میگی اوما جان؟ خودشون غلط کردن، خودشون بیجا کردن بشینن صحبت کنن. مغز تکون خورده تو؟ چه تاثیر قرصاست داری اینا رو میگی؟ یا این خندوانه باعث شده همه چی رو با خنده شوخی برگزار کنه؟ نقی بی خود شلوغش نکن، بالا بری پایین بیای، تصمیم گیرنده نهایی خودشونن. من و تو فقط میتونیم نظر پیشنهادی بدیم، مشورتی بدیم، تازه اگه از ما بخوان، وگرنه اصلا حق دخالت نداری. شما که اصلا دخالت نکن، با این طرز فکری که داری اصلا دخالت نکن، ولی من دخالت میکنم، باید دخالت کنم. نه. وظیفه شرعی و قانونی من دخالت. نه وظیفه شرعی و قانونی تو نیست دخالت کنی. انقدر همه به تو اجازه دخالت دادن فکر کنی وظیفت تصمیم بگیری. نه نقی جان اینطوری نیست، این آینده ای اوناست، حد و حدود خودتو بدون.
یه کاری نکنی بهت بگم به تو چه ها. به ما میگم به تو چه؟ بله، یه کاری نکن از این خونه بذارن برن. از این خونه برن. اینجا علی آباده، جنب راهن، پلک 5، منزل نقی معمولی. چی داری میگی؟ من فکر میکنم آدرس اشتباه اومدم. شما همسر نقی معمولی نیستی. زن ما اینجوری صحبت نمیکرد، اینجوری حرف نمیزد. کی تو رو شستشوی مغزی داده؟ خانواده بیاتی؟ دکترت یا این بشر رامبد جوان؟ سلام داداش، چیه؟ سلام. چی شده؟ تو هم نمیدونی، از همه جا بیخبر یا اون یه تو ولکنی بابا ولکنی. خدا من از هیچی خبر ندارم. قضیه ترکیه رو میگی؟ ترکیه رو از کجا میدونی؟ این از کجا میدونی؟ مسئله شد دوتا، تالا خواستگاری بود، ترکیه هم اضافه شد. آخ نگی، تو چقدر با همه اینجوری هستی؟ همه با تو اینجوری هستن. باش خواستگاری چیه؟ خجالت بکشین واسه من گربه نره روبای مکار نشین، دست از سر این پینوکیو بدبخت بکشین. داداش نقی جان، داداش نقی نداره، من میرم فردا بر میگرم تکلیف شما رو روشن میکنم. من باید بدونم توی لانه جاسوسی چی میکنم. نیفتی حالا. اه چی شده؟ خواستگاری چی چیه؟ بشی میگم سر چی اینجوری بود؟ قاطیه.